بریم ببینیم که آیا میشه خط و خش هایی که روی صفحه گوشی ایجاد شده رو با خمیر دندون پوشش داد. این که میگن خمیر دندون دوای درد این خط و خش هاست راسته یا نه؟ رفقا چطورین؟ من محمد یزدانی هستم و تو این ویدیو قراره که یه آزمایش دیگه انجام بدیم. در راستای اون همه آزمایشی که انجام دادیم، 3-4 تا ویدیو قبلی که تحت عنوان آزمایش اپ کاربردی بود، تو این ویدیو هم میخوام در مورد خمیر دندون یه آزمایش انجام بدم. این که میگن اگر گوشیتون، صفحه گوشیتون خیلی خط و خش داره یا روی گلسش یا روی خود نمایشگر خط افتاده، با خمیر دندون صافش کنین این خط و خش رو، میشه یا نه. البته قبلش من میخوام یه ذره خط و خش بندازم روی گوشیم. یکم هم از قبل خط و خش هست البته، نه که نباشه، حتی یه جایش هم شکسته این گلسه روی گوشیم، ولی خب من یه ذره میخوام با این ابزارهایی که اینجا هست یه ذره خط بندازم روی گوشی، ولی خب نمیشه. یعنی هر کاری که من میکنم این گلسه خط نمیفته، نمیدونم چرا. این فازمتر آنباکس ها، یه سیم هم آوردم از این سیمای نمیدونم چی بهش میگن، سیم آرماتور بندی فکر کنم بهش میگن. هرچی من اینا رو میکشم روی صفحه خط و خش نمیفته که نمیفته. نمیدونم این خط و خشایی که بعد از یه مدتی روی گلس میفته چه جوری میفته. یعنی ما فقط باید گوشی رو بزنیم تو جیبمون که خط بیفته روی این. خب اون خطی که گفتم روی گوشی افتاده، البته فکر کنم شکستگی، یعنی گلسه واقعا شکسته و مشکل داره. ببینید توی نول که میگیرم پیدا میشه. الان پیدا شد. ببینید این سراسری ها توی عرض گوشی از اینجا افتاده تا اینجا یه شکستگی ریزه. حالا من میخوام بازم سعی کنم خط بندازم روی گوشی. تحت هیچ شرایطی خش روی گوشی نمیفته. البته کلی خط و خش ریز خیلی نامحسوس روی این گلسه هستا. حالا به هر حال من میخوام آزمایش کنم این ماجرای خمیر دندون رو و خمیر دندون بزنم روی این، و حالا معیار ما همین شکستگی بزرگی که اینجاست دیگه، ببینیم کلا خط و خشای کلی گوشی رو میگیره یا نه. خب من برای این کار از خمیر دندون سیگنال استفاده میکنم. سیگنال اسپانسر این ویدیو شده و ازشون هم تشکر میکنم. بعد از این ویدیو میبینید که سهام سیگنال با رشد 2.4% مواجه میشه. خب بریم سراغ آزمایش. من یه ذره خمیر دندون میزنم روی صفحه، همینجا هم توی این نایه که شکستگی داشت میزنم. کافیه دیگه، زیاد نزنیم بهتره. خب من چجوری اینو پخش کنم روی صفحه؟ با دست یعنی؟ یه چیزی رو دقت بکنید که من با گوشی آیفون 12 مینی دارم این آزمایش انجام میدم و این ضد آبه، بنابراین خیلی نگران این نیستم که این خمیر دندون مثلا بره توی این منافذی که داره، مثلا توی این اسپیکر، و دوچار مشکل نمیشه گوشی من. ولی اگر شما میخواین تست کنین این حرکت رو، یه ذره با دستمال ادامه بدم کارو، اگر شما میخواین تست کنین این حرکت رو، در نظر داشته باشید که اگر ضد آب نیست گوشیتون، خمیر دندون توی دوربین سلفی مثلا یا این اسپیکر مکالمه یا این منافذی که دور گوشی هست نره، که دوچار مشکل نشید. من این اگر مشکل داشت حتی میتونم برم بشونمش. خب من با دستمال ادامه میدم کارو، انقدر میکشم که این خمیر دندونه خشک بشه، تا اگر دوست داره بره توی این منافذ، توی این خط و خشای روی گلس بره و قرار بگیره اونجا. شبیه دوغاب کردنه. نمیدونم تا حالا دوغاب کردین یا نه. توی کامنت ها برام بنویسید که کف یا دیوار خونتون رو دوغاب کردین یا نه. کار جالبیه. ولی خب کثیف شد. چیه این؟ 12 مینی رو به چه روزی انداخت؟ فکر کنم دیگه وقتش پاک کنم صفحه رو. حالا میخوام پاکش کنم. یه دستمال تمیز برمیدارم که فایده ای نداره قاعدتا. باید با آب اینو پاکش کنم. خب یه قطره آب من، ببین یه لیوان آب آوردم اینجا واسه همین حرکت ها، یه قطره آب من بریزم روی این، یا دستمال بزنم تو آب. به نظرتون دستمال میزنم تو آب؟ نه خیر، فایده ای انگار نداشته. بذار من تمیز کنم کامل اینو. خب اولا اینکه کثیف کاری شد، یعنی شما گوشی رو ببینین دور تا دورش توی این منافذ خمیر دندون قرار گرفته، و بدتر از اون اینو بگم که اصلا هیچ فایده‌ای نداشت. این خط و خشی که اینجا افتاده و این شکستگی که اینجا بود که اول ویدیو بهتون نشون دادم، ببینید هنوزم هست، حتی بدتر هم شد.
البته واسه تمیز کردن گلاس خوبه، بذارید من کامل‌تر اینو پاکش بکنم. گلاس ببینید چه تمیز شد، البته وسطش نه دورش، ولی این شکستگی که اینجا بود هیچ تغییری نکرد، هیچ اتفاقی براش نیفتاد، حتی اون خط و خشای ریزی هم که بهتون گفتم هیچ تغییری نداشت. حالا میگم این تمیز که شده، تمیز تر که شده، باعث شده که حتی خط و خشا رو بیشتر ببینیم ما، یعنی بیشتر به چشم بیاد، ولی خب متاسفانه این حرکت جواب نداد. میبینید که دور گوشی هم کلا به گند کشیده شد. باید برم بشورم 12 مینیال. خب اینم از این آزمایش که متاسفانه فایده ای نداشت. هر کی میگفت خمیر دندون واسه خط و خشای روی گلس و روی گوشی خوبه، نمیدونم، شما براش یه جمله تو کامنت ها بنویسید. خب رفقا اینم از آزمایش صفحه نمایش و خمیر دندون که واقعا دیدید هیچ فایده ای نداشت. من این کارو انجام دادم و یه ذره تمیز کرد فقط صفحه نمایشو، که خب واسه تمیز کردنم راه بهتری هست، لزومی نداره از خمیر دندون استفاده بکنیم، و بیشتر کثیف کاری کرد. دور گوشی من همه این تیکای خشک شده خمیر دندون هست، فکر کنم باید برم بشورم گوشیو، یعنی هیچ فایده ای نداشت این کار. خلاصه شما هم تکرار نکنید این کارو به نظرم، و این ویدیو رو هم بفرستید واسه دیگران که همه بدونن این ماجرای خمیر دندون کلا دروغه. اینا هم ابزارهایی که من سعی کردم خط بندازم روی گوشی نیفتاد. توی کامنت ها برام بنویسید چه جوری میشه روی صفحه گوشی، روی گلس گوشی خط انداخت. نمیدونم، من با این دیگه از این تیزتر که نداریم از سیم آرماتور بندی، هر کاری کردم خط نیفتاد. این خط خشای ریز چه جوری میفته روی گوشی؟ خب اینم بهتون بگم که این گلس گوشی خب دیگه به فنا رفت دیگه و باید عوض بشه. در مورد تعویض گلس گوشی هم یه ویدیو داریم، من ویدیوشو رکورد میکنم، ویدیو بعدی آموزش تعویض گلس گوشی خیلی شیک و اصولی و خیلی حرفه‌ای بهتون یاد میدم که گلس گوشیتون عوض بکنید، بدونین که نه کج بشه نه حباب بیفته زیرش. همین، صحبت دیگه نیست. دمتون گرم، حتما ویدیو رو لایک بکنید و کامنت برام بذارید. اینجا توی یوتیوب من به حمایتتون بیشتر از اینستاگرام نیاز دارم حقیقتا، و حتما کامنت بذارید برام، بنویسید یه نظری، سوالی، انتقادی، پیشنهاد، هر چیزی که دارید بنویسید، که این کامنت ها واقعا پر بشه و من انرژی بگیرم و از من حمایت کرده باشید. پایین سمت راست ویدیو، سمت چپ من، سمت راست شما، اون ماسماسک قرمز رو بزنید، منظور همون آیکونه قرمز است اونجا که نوشته سابسکرایب، اونو بزنید، عضو کانال ما بشید اگر تا حالا نشدید، و اون زنگوله کنارش هم بزنید، واسه خودتون عالیه که به محض اینکه ویدیوهای جدید من منتشر بشه شما میایین به عنوان اولین نفرات ویدیو منو میبینید و از من حمایت میکنید. دمتون گرم، ممنون که تا آخرین ویدیو با من همراه بودید، مرسی از توجهتون.